گیلاس یا سلام، امروز میخوام به فیلم وحشتناک کمدی رو با هم ببینیم که به طرز عجیبی ذهن شما رو درگیر میکنه. فیلم تاسک اون دست فیلم هاست که در کنار سطحی‌نگری و قسمت‌های کمدی یکی از جنبه‌های منفی سوشیال مدیا رو به ما نشون میده، در حالی که یکی از وحشتناک‌ترین جراحی‌های سینما رو هم جلومون قرار میده. این ویدیو فیلمو کامل اسپویل میکنه، از الان گفتم که بهم فوش ندید. داستان فیلم با نمایش والاس شروع میشه که یه پادکست معروف رو به همراه دوستش تدی رو انداختن. توی این پادکست والاس به جاهای مختلف سفر میکنه یا ویدیوهای جالب رو پیدا میکنه و اونا رو به تدی نمایش میده تا واکنشش رو برای شنونده‌ها پخش کنه. تری شخصیتی هست که به زندگی روزمره عادت داره. به همین علت والاس تمام قسمت‌های مختلف از شهر رو و کشور رو می‌گرده و قصه‌ها رو با ذوق براش تعریف می‌کنه. اسم پادکستشون هم The Nazi Party هست که شباهت زیادی به کلمه ناتزی یا همون نازی‌ها داره. تو این قسمت پادکست شخصی به اسم کیل بیل کیدو می‌بینیم که داره از شمشیربازی خودش فیلم می‌گیره و ناگهان پای خودش رو می‌بره. تری دلش برای بچه می‌سوزه، در حالی که والاس بدون هیچ حس همدردی میگه ویدیوی این پسر 30 میلیون بازدید داشته و حالا کلی هم معروف شده. برای همین قصد داره به شهر مانیتوبا کانادا سفر کنه تا به عنوان اولین نفر یه مصاحبه با این بچه بدبخت داشته باشه. از حرفاش هم معلومه که میخواد فقط به بچه تیکه بندازه و تحقیرش کنه، کاری که خودش فکر می‌کنه کمدیه، در حالی که تاثیر زیادی روی فرد مقابل می‌ندازه. وقتی به مانیتوبا میرسه میفهمه کیل بیل کید بعد از تحقیرهای زیادی که تو دنیای مجازی شده دست به خودکشی زده. والاس که هیچ رحمی تو دلش نیست فقط به خاطر به هم خوردن برنامه‌های پادکستش ناراحت میشه و میگه کاش اون احمق صبر میکرد و بعد مصاحبه خودشو میکش. توی تماسش با تدی میگه نمیتونه بدون هیچ داستان و متریالی برای پادکست از کانادا برگرده و تصمیم میگیره یه روز دیگه بمونه، بلکه موضوع خوبتری هم پیدا شه. توی دستشویی یه برگه تبلیغاتی روی دیوار میبینه که به دست مردی نوشته شده و در قبال ارائه جای خواب رایگان توقع انجام کارهای خونه مثل تمیزکاری رو داره. همچنین این مرد توی جنگ‌های زیادی شرکت کرده و حاضر برای مهماناش ساعت‌ها قصه و خاطره تعریف کنه. والاس دعوتنامه این مرد که اسمش هاوارد هست رو برمی‌داره و پس از توقف کوتاهی توی سوپرمارکت آدرس دقیق ازش می‌پرسه و بالاخره به مقصد میرسه. توی همون برخورد اول هاوارد و والاس با هم صمیم میشن و هاوارد یه فنجون چای برای مهمونش می‌ریزه. وقتی می‌فهمه والاس قصدی برای اقامت توی خونه نداره متعجب میشه و ازش دلیل اومدنش رو می‌پرسه. والاس هم داستان پادکست خودش علاقش به داستان‌های مختلف و توضیح میده. هاوارد شروع به تعریف خاطراتش میکنه. اول از زمان میگه که توی جنگ با ارنست همینگوی همجبهه بودن و با هم مشروب خوردن. برای اثبات حرفش هم شیشه همون مشروب والاس نشون میده. والاس یه استخون بزرگ روی دیوار میبینه که شبیه به آلت تناسلی حیواناست و وقتی از هاوارد میپرسه اون توضیح میده که آلت تناسلی گراز دریایی یا همون والروس ها هست. بعد با شوق فراوان از علاقش به گرازهای دریایی و اینکه چقدر باهوش و شگفت‌انگیزن حرف میزنه. توی خاطره بعدیش توضیح میده چجوری یه زمان توی دریا گم شده و برای مدت‌ها روی یه جزیره وسط آب تنها رفیقش یه گراز دریایی بوده. میگه با اینکه گرازهای دریایی یا همون والروس‌ها آجای به شدت قوی و تیزی دارن، مثل یه گاو مهربون و بی‌خطرن. اسم این حیوان هم به یاد یه سرایداری که رفیقش بوده به نام آقای تاسکی و به خاطر آجهایی که داشته که به انگلیسی تاسک بهشون میگن آقای تاسک میذاره. هاوارد هیچ وقت توی زندگیش دوستی مثل دوستیش با اون حیوان تجربه نکرده. وسط صحبت هاوارد سر والاس کم کم گیج میره و حال خوشی نداره. به خیال خودش برای بهتر شدن باید چای بیشتری بخوره، ولی سرانجام از هوش میره. هاوارد لحظه آخر بهش میگه همه چیز درست میشه آقای تاسک. توی سکانس بعدی والاس رو قبل از سفر به کانادا میبینیم. والاس میخواد برای سفرش از دوست دخترش خداحافظی کنه که متوجه میشه رابطهشون دوره خوبی رو نمیگذرونه. دلیلش هم سفرهای زیاد، خیانت ها و بی‌محلی های والاسه. دوست دخترش علی بهش میگه هدفش از این سفر خیلی اشتباهه، میتونه زندگی اون بچه یعنی کیل بیل کیدو نابود کنه. اما والاس معتقد این فقط به خاطر برنامه‌اش و نمیخواد بچه رو مسخره کنه. علی میگه مردی که عاشقش شد هیچ‌وقت انقدر خودخواه و عوضی نبود. والاس هم میگه اون مردی که عاشقش شدی خیلی خر بود، از پس خرج هیچی بر نمیومد اما الان پولدار شده. علی میگه پس منم باهات میام، ولی والاس میپیشوندش و میگه تو حواس منو پرت میکنی. وقتی والاس به هوش میاد میبینه روی ویلچر بسته شده، در حالی که هاوارد داره آجی گراز دریایی رو تمیز میکنه. بعدش به والاس میگه دلیل بیهوشیش این بوده که یه عنکبوت سمی نیشش زده. بعدش هم یه دکتر اومده و والاس رو درمون کرده، ولی در حین کار اشتباه هم گوشی والاس هم شیکونده. والاس که میپرسه چرا نمیتونه پاشو حس کنه، هاوارد میگه سم زیادی توی قوزک پا جمع شده بود و واسه همین دکتر مجبور شد پاتو قطع کنه. این لحظه والاس پتو رو از پاش کنار میزنه و تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده. وقتی میپرسه چرا بیمارستان نبردنش، هاوارد جواب میده بیمارستانا پر میکروب و بیماریان و خطرناکن. دوباره والاس میگه میخوام با دکتر صحبت کنم، ولی هاوارد باز میبینه لحظه‌ش میگه دکتر سرش شلوغه و از اینجا رفته.
حالا شروع میکنه تا دوباره خاطره تعریف کنه، اما والاس که به همه چی شک کرده با عصبانیت میگه دیگه تمایلی به موندن و گوش دادن به حرفای چرت اون نداره. وقتی میخواد پاشه تازه میفهمه به صندلی بسته شده و هاوارد هم میگه چون امکان داشت بیفتی بستیمت. والاس درخواست میکنه تا با تلفن خونه تماس بگیره، ولی هاوارد میگه دکتر همه تلفن‌ها و راه‌های ارتباطی رو قطع کرده تا تو بیدار نشی. موقع شام والاس نمیتونه غذا بخوره چون دستاش به خاطر مورفین و داروها حرکت نمیکنن. والاس شک خودش به شرایط و بالاخره به زبون میاره که هاوارد مثل دیوونه‌ها شروع به شعر خوندن و شوخی کردن میکنه. وقتی والاس با عصبانیت فریاد کمک میزنه میبینیم هاوارد از ویلچرش خیلی راحت بلند میشه و یه دونه میخوابونه زیر گوشش. هاوارد به صندلی خودش برمیگره و میگه مدت‌ها سعی داره یه لباس مثل گرازای دریایی درست کنه. حالا والاس از عقده زیاد این مرد به گرازای دریایی به شدت نگران و عصبی شده. وقتی هاوارد میگه قصد داره اونو به یه گراز دریایی تبدیل کنه و توقع داره مثل همین نوع حیوان هم رفتار کنه تا مرز سکته کردن هم میره. اون از هاوارد التماس میکنه که ولش کنه و میپرسه چرا داره این کارا رو میکنه. هاوارد جواب میده که میخوام ببینم یه آدم میتونه مثل گرازای دریایی مهربون باشه یا نه. هاوارد قصد داره والاس رو به یک گراز دریایی یا یک والروس تبدیل بکنه. والاس به والروس، یعنی چه شبیه همن. یهو از ترس شروع به فریاد زدن میکنه و هاوارد دیوونه هم باهاش همراه میشه و اونم داد میزنه چون هیچ کس اونجا صداشون رو نمیشنوه. توی سکانس بعدی علی رو میبینیم که داره پیش یه مرد گریه میکنه و از اینکه والاس بهش خیانت کرده ناراحته. همینطور میگه خیلی خوشحاله که این مرد همیشه کنارشه. توی سکانس بعدی والاس و تدی رو موقع آخرین قسمت پادکست میبینیم که تدی اعلام میکنه قصد داره علی، یعنی دوست دختر والاس رو، تو زمانی که اون میره کانادا به یه موزه و نمایش هنری ببره. تدی هم ازش دوباره درخواست میکنه که علی رو با خودت ببر، ولی والاس زیر بار نمیره. کاری که اگه میکرد شاید این اتفاقا براش نمیافتادن. همینطور والاس خیلی راحت میگه دوست داره با زنای دیگه هم بخوابه، در حالی که میدونه دوست دخترش کیه. دوباره والاس روی ویلچر میبینیم که صدای تلفن خودش رو میشنوه. همین که گوشی رو پیدا میکنه تلفن قطع میشه و میبینه علی بهش زنگ زده بوده. سری بهش زنگ میزنه تا درخواست کمک کنه، ولی علی جواب نمیده. روی منشی تلفنی سری قضیه رو براش تعریف میکنه و میگه هر چیز زودتر بیان کمکش. والاس میگه خیلی ترسیده که امکان داره دیگه علی رو نبینه. میگه یه مرد میخواد اونو به حیوان تبدیل کنه و پاشو قطع کرده. تدی رو میبینیم که پیش علی و میفهمیم همون مردی که قبلا باهاش حرف میزد رفیق قدیمی والاس یعنی تدیه. اونا با هم رابطه دارن و همین الان هم میخوان با هم دیگه بخوابن. والاس با تلفن تدی هم زنگ میزنه و همون پیغامو براش میذاره. همون لحظه هاوارد سر میرسه و میزنه تو سرش و بیهوشش میکنه و بهش میگه دوران انسانیت تموم شده و اگه میخوای زنده بمونی از الان باید مثل گرازای دریایی رفتار کنی. صبح روز بعد علی پیغام والاس رو بالاخره گوش میده و با نگرانی تدی رو بیدار میکنه و پیغام روی گوشی اونم با هم میشنون. وقتی به والاس زنگ میزنن کسی جواب نمیده چون هاوارد داره اونو عمل جراحی میکنه. تلفن رو میبینه و عین عمل به والاس میگه خوبه که حداقل یه نفر بهت اهمیت میده. بعد ادامه میده که توی بچگی اونو توی پرورشگاه گذاشتن چون مامان و باباش توسط خفگیرا کشته شدن. بعد از مدتی هم پرورشگاه بسته شده و همه بچه‌ها رو اشتباهی به یک تیمارستان فرستادن تا از دولت بودجه اضافی بگیرن. توی مدتی که توی تیمارستان گذرونده به مدت 5 سال شکنجه شده و همه دکترها، کشیشا و حتی مریضا بهش تجاوز کردن و بالاخره تو 15 سالگی به آمریکا فرار کرده. وقتی جراحی تموم میشه میبینیم دست والاس به بدنش دوخته شده و اون یکی پاش هم قطع شده. تدی و علی رو میبینیم که در حال سفر به منیتوبای کانادا هستن و با پلیس برای اعلام خطر تماس گرفتن. توی سکانس بعد میبینیم عمل جراحی کاملا تبدیل شده و والاس تبدیل به یک گراز دریایی شده. همینطور زبونش رو از حلقش در آوردن و تنها کاری که میتونه بکنه جیغ زدنه. هاوارد یه شعر براش میخونه و میگه آقای تاسک دلم برای تن شده بود. شعر دیگه میخونه و میگه خیلی پشیمونه که آقای تاسک رو تنها گذاشت تا به کنار آدما برگرده چون آدما خیلی بلاها سر هم میارن و خیلی وحشیان. علی و تدی بالاخره بعد از کلی گشتن تا حدودی میفهمن والاس کجا رفته. وقتی به ایستگاه پلیس میرن و پیام والاس رو پخش میکنن، کارآگاه میگه شاید این فقط یه شوخی مثل خیلی کارهای دیگه توی پادکستشون باشه. ولی وقتی به قسمتی از پیام میرسه که والاس میگه این مرد پای منو قطع کرده، کارآگاه میگه یه پلیس دیگه توی شهر کبک تازگی با همون تماس گرفته و راجع به جنازه هایی که پاهاشون قطع شده سوال کرده. در آخر هم شماره اون پلیس به اسم گای رو به تدی میده. همینطور میگه این پلیس سالهاست دنبال یه قاتل سریالی میگرده که همچین کارهایی رو انجام میده. هاوارد میبینیم که به زور والاس رو به آب میندازه تا شنا یاد بگیره چون این کاریه که همه گرازه دریایی باید انجام بدن. زیر آب والاس چندین جنازه دیگر رو میبینه که همه مثل خودش بودن و حالا اینجا غرق شدن. تدی و علی با گای ملاقات میکنن، پلیسی که نزدیک 10 سال دنبال قاتل سلیاری میگرده که آدما رو به شکل عجیبی سلاخی کرده و بعد از تعداد زیادی عمل جراحی میکشه.
اون مدت هاست نتونسته درست بخوابه، ولی وقتی تدی و علی باهاش تماس گرفتن و فهمیده به گرفتن این قاتل سریالی نزدیکه، بالاخره تونسته چند ساعت استراحت کنه. اون میگه هاوارد تا الان 23 نفر کشته و اگه همین روزا والاسو پیدا نکنن این عدد به 24 میرسه. اون میگه قاتل افرادی رو پیدا میکنه، پاهاشون رو میبره، پوست بدنشون تیکه تیکه میکنه، دستشون رو به بدنشون میدوزه، دندوناشون هم میکشه و زبونشون هم در میاره و توی این مدت کلی عمل جراحی روشون انجام میده. گای معتقد 2 سال پیش خیلی اتفاقی همین قاتل که ما میدونیم هاوارد رو ملاقات کرده، ولی خیلی راحت بهش اجازه فرار داده. مردی که مثل دیوونه ها رفتار میکرد و معتقد بوده همه آدم ها وحشیان و حق زندگی کردن ندارن. جنازه‌ای که اون روزا پیدا کردن یه سوراخ توی سقف دهنش داشته و قسمتی از استخونه سینه‌اش که شبیه به آج گرازای آبی بوده رو به سقف دهنش فرو کرده بودن. وقتی از مادر اون مقتول پرسیدن نظرش راجع به این قتل چیه، اون جواب داره قاتل سعی داره یه هیولا برای خودش درست کنه. دوباره به خونه هاوارد برمیگردیم، جایی که این قاتل روانی داره از والاس میپرسه چرا انقدر برای از دست دادن انسانیت خودش داره گریه میکنه. میگه همه انسان ها وحشیان و لیاقت عشق رو ندارن. وقتی هاوارد حس میکنه والاس گشنشه، براش یه ماهی پرت میکنه و والاس که داره از گشنگی طرف میشه ماهی رو گاز میگیره و مثل حیوانا میخوره. اینجا هاوارد از ته دلش لبخند میزنه چون حس میکنه داره به خواسته خودش میرسه. تدی، علی و گای سوار ماشین میشن تا دنبال والاس بگردن. گای میپرسه والاس موقع رانندگی چه کارهایی انجام میده که علی میگه عادت داره از مغازه ها نوشیدنی های بزرگ بگیره. همین سرنخ اونا رو به سوپرمارکتی میرسونه که والاس اول سفرش توقف داشته. با نشون دادن عکس اون و سیبیل مسخرش، کارکنای مغازه سریعا اون رو به یاد میارن و میگن که ازشون یه کاغذ خواسته تا آدرس جایی رو یادداشت کنه. کارگاه دفترچه کارکنا رو میگیره و با ترفندزاده چیزی که والاس قبلا نوشته بوده رو پیدا میکنه. توی خونه هاوارد میبینیم که داره به والاس شنا کردن یاد میده. همینطور در حین شنا کردن تعریف میکنه اون زمانی که توی اقیانوس گیر کرده، در آخر از شدت گشنگی آقای تاسک یا همون گراز دریایی رو کشته تا اونو بخوره. هاوارد از این کارش سری پشیمون شده چون معتقد آقای تاسک آماده جنگیدن نبود و با نامردی اونو کشته و حالا قصد داره اشتباه خودش رو جبران کنه. علی، تدی و گای ماشین غرق شده والاس رو پیدا میکنن. کارگاه بهشون دوتا اسلحه میده تا از خودشون دفاع کنن. دوباره توی خونه هاوارد میبینیم که خودش روی لباس گراز دریایی جا داده و قصد داره با والاس مبارزه کنه تا اشتباه خودش رو جبران کنه. اون اگه 1 ساعت بیشتر تحمل میکرد و آقای تاسکول نمیکشت، نجات پیدا میکرد و الان هر دو زنده بودن. مبارزشون شروع میشه و همین لحظه علی صدایی که از خونه میاد رو میشنوه و همشون سری به سمت خونه میدوئن. هاوارد به والاس میگه از بقیه جنازه ها بیشتر دوام آورده. همون لحظه لباسش رو در میاره و بلند میشه تا با استخون والاس بکشه، ولی اون که زرنگتره با آجش پای هاوارد رو سوراخ میکنه. این کار رو روی سینه هاوارد ادامه میده تا بالاخره میکشتش. هاوارد قبل مردن میگه تو واقعا آقای تاسکی، و همون لحظه تیم نجات سر میرسه. علی و تدی از دیدن والاس توی اون حالت شوکه میشن. والاس فریاد میکشه و بهشون میفهمونه که فقط بکشنش تا از این عذاب راحت شه. گای اسلحه رو نشونه میگیره، ولی لحظه آخر علی جلوشو میگیره و نمیذاره این کارو بکنه. 1 سال بعد میبینیم که تدی با علی به یه باغ وحش میرن. به قفسی میرسن که برای والاس ساخته شده، ولی هرچی صداش میکنن جوابی نمیده. در آخر براش یه ماهی پرت میکنن و والاس که دیگه دقیقاً مثل حیوونا زندگی میکنه به بیرون میاد و شروع به خوردن ماهی میکنه. علی بهش میگه تو نباید از ما قایم شی. والاس خاطری از گذشته رو به یاد میاره و بعد از اینکه اشکش در میاد به قفسش برمیگرده. این فیلم شاید اندازه 1000 پای انسانی وحشیانه نباشه، ولی انتهای اون به طرز عجیبی توی ذهن آدم تاثیر میذاره. اینکه والاس تبدیل به یکی از افرادشه که خودش همیشه مسخره میکرد و دست مینداخت، شاید برای عده‌ای لذت بخش باشه، ولی عمق قضیه و اینکه چجوری به همچین جایی رسید و مهمتر اینکه چجوری بهش تونست عادت بکنه خیلی ناراحت کننده است. نظرتون راجع به این فیلم برامون کامنت کنید و پیشنهادتون هم برامون بنویسید. روزتون خوش.